خب بریم سراغ اجاستمنت اکسپوژر. بذارید من یک رندر دیگه بیارم. به عنوان مثال میتونیم ویوپورت 3D Max این صحنه رو داشته باشیم و اینم رندر کار. خب من رندر رو باز میکنم و فیت میکنم. اجاستمنت اکسپوژر دقیقا همین کار رو انجام میده که این دوتا اجاستمنت و این اجاستمنت انجام میدن، اما یکم محدودتره. به یه جورایی میشه گفت برای افراد مبتدی گزینه خوبی هستش. من همیشه پیشنهاد میکنم از کروز و لول شما استفاده کنید و نه برایتنس و کانترست و اکسپوژر. ببینید من اکسپوژر رو میزنم به همراه ماسکش میاد، یعنی یک ماسک سفید به این معنی که روی تمامی صحنه میاد تاثیر میذاره. اگه من روی ماسک دوبار کلیک کنم ماسک میاد، اگر دوبار کلیک روی اجاستمنتش بکنم اجاستمنت، یا از این طریق میتونم همون رو کنترل داشته باشم. خب اکسپوژر شدت نوری هست که وارد صحنه میشه. اگر شما فیلم آموزش دوربین ویری و دوربین عکاسی رو توی سایت azimuth.ir دیده باشید، راجع به اکسپوژر توضیح داده شده. شما اگر دوربین عکاسی داشته باشید و یا همین موبایلتون، اگر دقت بکنید موقع عکس برداری اکسپوژر رو داره که با مثبت 1، منفی 1، مثبت 2، منفی 2 نشون میده، که هر چقدر به سمت مثبت بریم روشنایی صحنه رو بیشتر میکنیم و هر چقدر به سمت منفی بریم نور رو از صحنه میگیریم. به صورت کلی داره این کار رو برای ما انجام میده. دقیقا همین کار اکسپوژر رو ببینیم. الان اکسپوژر رو تا ته میکشم بالا، مثبت 20، یه همچین صحنه ای رو ما داریم، شدت نور رو به شدت زیاد کردیم. خب من هایدش میکنم، یه دونه اجاستمنت مثلا لیولز رو میارم. حالا اگر من هایلایت ها رو به شدت افزایش بدم، ببینید دقیقا همون گزینه رو من تونستم با این ابزارم بسازم. هایدش میکنم و اکسپوژر، اینم لیول. میبینیم که به یک تصویر رسیدیم. اوکی، میرم توی اکسپوژر و وقتی هم که کم بکنم بالعکسه. یعنی اگر من اینجا بیام توی لیول، برش کردم سر جاش، میتونم تیرگی ها رو افزایش بدم. تقریبا مشابه هم عمل میکنم، با این تفاوت که از این اکسپوژر زمانی استفاده میشه که شما فرضاً فرصت نداشتید دوربینتون رو تنظیم میکنید، مجبور شدید یه عکس خیلی سریع رو بگیرید با تنظیمات قبلی که وجود داشته. فرضاً شما اکسپوژرتون روی منفی 1 بوده و داشتید در یه صحنه پرنوری میگرفتید و این کافی بوده. بلافاصله مثلا عکاس ورزشی مثلا هستید، سریع دوربین رو برمیگردی و فرصت نیستش بخوای تنظیم میکنید، مجبورید با همون اکسپوژر بگیرید، ولی خب عکس تاریک میشه. اینجا میتونید بیاید اون میزان اکسپوژر رو مثلا به 1 افزایش بدید، به 0 ببرید یا زیاد و کمش بکنید. به هر حال با این اکسپوژر کار بکنید، نور کم و زیاد بکنید، یا با اجاستمنت لول میتونید اون رو بسازید، یا حتی کروز. ببینید توی کروز من اگر این رو افزایش بدم دقیقا به همون مفهوم هستش که اکسپوژر رو داشتم. کارهایشون مشابه همان، تفاوت چندانی ندارن، اما ابزار کروز و لول خیلی پیشرفته تره و من اون رو بهتون پیشنهاد میکنم. من این رو ریست میکنم. پس میزان نور صحنه است که زیاد بشه یا کم بشه. گاما رو ببینید من افزایش میدم. البته بذارید من این رو ریست کنم، آن هایدش بکنم که تاثیرش رو ببین. گاما رو که من افزایش میدم به این نتیجه میرسیم دقیقا همین گاما رو ما توی مثلا لیولز هم داریم. من بذارید اینو آن هاید میکنم. خیلی خب فقط الان لیولز رو دارم. ببینید هیچ تأثیری فعلا نداره. این همون گاما هست. ببینید این تصویر دقیقا همین تصویره. یعنی شما میتونید گاما رو یا از اینجا تنظیم بکنید یا میتونید بیایید توی لیولز و این مرکزی رو
بگیرید کم و زیاد بکنید، که میدونیم اگر ما این رو تغییر بدیم محدوده روشنایی ها زیاد میشه. به عنوان مثال ببینید، من گاما رو تا ته زیاد میکنم، کل صحنه میگم جز محدوده روشنایی من باشه، هایدش میکنم توی اکسپوژر میرم و فعالش میکنم، بذارید ریسیت کنم. حالا میگم گاما تا ته زیاد بشه، دقیقا این تصویر این تصویره. پس هیچ فرقی نمیکنه شما چه گاما رو از لول تغییر بدید، چه از اکسپوژر و چه از لول از کروز بخواید استفاده کنید. من اینو ریسیت میکنم، ببینید دقیقا همون مقدار به ما نشون میده. اگر من گاما رو فرض بکنید بکنمش فرضاً یک، حالا بذارید بیشتر بکنمش سه، این گامای سه هایدش میکنم توی لیولز میرم، گاما رو میتونم با این کم و زیاد بکنم به سه برسم، یا اینکه بیام مقدارش رو وارد بکنم سه. دقیقا این گاما الان این گاماست، تصویر یکی، هیچ فرقی نمیکنه. ولی معمولا چون بعضی از گروه ها هستن که با این ابزارها خیلی راحت ترن، به خصوص افراد مبتدی، سری میان نورشون رو با این کنترل میکنن و با این اون چیزی که میخوان رو به وجود میارن و سیو میگیرن. ولی ابزار خیلی حرفه‌ای نیست، قطعا لیبلز و کروز میبینیم ابزارهای خیلی بیشتری رو داره برای اینکه ما این رو به وجود بیاریم. مجدد من میتونم گاما رو مثلا 0.2 میکنم و برم توی لیبلز، اینجا هم بیام 0.2 میکنم، باز میبینیم همون تصویر رو به ما داره میده. مجدد من اینا رو ریسیت میکنم، میریم سراغ اکسپوژر. پس دیدیم اکسپوژر و گاما چجوری کار میکنن. دوباره این نمونه برداری ها رو داریم، نمونه برداری از جاهایی که سفید هستن. به عنوان مثال من اگه اینو کلیک بکنم و جایی که توی رندر هم متریال سفید داده بودن، به عنوان مثال مثلا اینجا، من یک کلیک میکنم، هیچ تغییر نکرد، چون واقعا الان اون این تصویر واقعا واقعی گرا است و دقیقا متریال و اکسپوژر اینا همه چیز تنظیم کردم قبلا، با خودم نیاز به تغییر نداره. ولی فرض بکنید اینجا باید سفید میشد، ببینید داره کل صحنه رو تغییر میده، و یا اینجا باید مثلا متریال سیاه به کار برده باشم، تغییرات رو میتونید انجام بدید. که خیلی از اینا استفاده نمیشه، به صورت دستی ما مقادیر رو کم و زیاد میکنیم. اما آفست چی کار میکنه؟ ببینید آفست رو که من تغییر میدم واشد اوت میکنه، یعنی همون تصویر رو بیروح میکنه، در واقع داره تیرگی ها رو روشنتر میکنه، اینقدر کمرنگشون میکنه که حالت سفید بشه مناطق تیره رو. مناطق تیره الان داره تبدیل به روشن میشه. به عنوان مثال ببینید من اینو اگر هاید بکنم توی همون لیول میام، چون لیول خیلی ساده تره منظور رو بهتر میتونم برسونم، و الا دقیقا همین کار رو کروز رو هم میکنه، و حتی کروز از تمامی ابزارها میشه گفت پیشرفته ترم هست. شما با همون کروز هم میتونید همه کار انجام بدید. خب ببینید اینجاست تیرگی ها رو من میگم روشن میکنه. الان اینجا رو ببینید دقیقا اینه، این همین اینه. خب یعنی در واقع من اومده با این آفست اگه روشنش بکنم واشد اوت میکنم، و خیلی خیلی کم ازش استفاده میشه و محدودم هست. میبینید که ما روشنایی ها رو نمیتونیم تغییر بدیم، فقط یک گیزمو داریم، در حالی که توی کروز خب ما میتونیم این رو هم تغییر بدیم. اگه من فعالش بکنم میبینیم که هایلایت ها رو هم ما میتونیم روشن بکنیم. دقت بکنید، خیلی من نمیخوام پیچیده بکنم موضوع رو که براتون سخت باشه، ولی اینجا سیاه مطلقه، اینجا سفید مطلقه، توی کروز هم همینطوره، اینجا سیاه مطلقه، اینجا سفید مطلقه، و توی لیولز که من برم ببینید صفر کد رنگ سیاهه، 255 کد رنگ سفیده. ببینید سفیده داره تغییر میکنه و این سیاه تغییر داره میکنه. برای اینکه بهتر متوجه بشید من اینجا میام میبرم روی سفید 255 و تا صفر سیاه مطلق. میبینیم رنگی که انتخاب داریم میکنیم هر رنگی بر خودش یک کدی داره. خب پس ما میگیم سیاه مطلق از این به بعد از اینجا عقبتر همه اینا باید سیاه بشن، به خاطر این در واقع در اینا تیره میشن.
اینجا قبل از سیاه شدن بود تا الان، ولی من گفتم اینجا رو دیگه از این به بعد همه رو جز تیپ سیاه قرار بده، به خاطر این تصویر داره تیره میشه. حالا این رنگ سیاه کدش صفره، یعنی رنگش سیاه مطلقه، یعنی واقعا درست همونه، ولی من میدونم بگم این سیاه رو شما بیا بکنش مثلا 80 فرضاً. ببینید رنگ سیاه من یه سیاه مطلق نیستش، داره این رنگ رو به من نشون میده. پس من میگم از اینجا به بعد همگی تبدیل بشن به این رنگ، یا به این میزان نور، به این میزان نور، به این میزان. این 255 هم که همین هایلایت هست دوباره، مثلا فرضم اینو بذاری ریست میکنم، اینجا سفیدی هستن، من میکنم این رو اینجا، میگم تمامی اینها رو سفید بکن، روشن بکن، پر نور بکن. اما چه نوری؟ نور 255 نه، نور مثلا 167. اوکی، پس دیگه من گفتم از اینجا به بعد سفید بشن، ولی سفیدی که 255 نباشه، یعنی این رنگی نباشه، این رنگ باشه. اوکی، حالا من خیلی پیچیده‌اش نمی‌کنم، ان شاءالله دوره پیشرفته تری که توی پست پروداکشن توی معماری ما داریم اینا رو کامل توضیح میدم که چجوری ازشون استفاده کنیم. فقط من این رو بهتون گفتم که با آفست ما تونستیم این کار رو انجام بدیم، بگیم تیرگی‌ها تبدیل به این رنگ بشن، به این میزان نور تبدیل بشن، و دقیقاً همین نتیجه رو گرفتم. حالا به میزان بیشتر من میکنم دقیقا همون نتیجه رو میگیریم. کلن اجاسمند بدی نیستش، ولی خیلی کم دیدم ازش استفاده کنم و خود منم شخصا ازش کم استفاده میکنم. من بیشتر راحت تر هستم با لیولز خصوصا کار بکنم و بعدشم با کروز. کروز خب خیلی پیچیده تره، تخصص بیشتری رو میخواد، ولی همه اینها تقریبا یه کار مشابه رو انجام میدن، بستگی به توانایی های شما داره که با کدوم ابزار راحت تر هستید. میگم این یه مقدار محدود تره، سعی بکنید با لیولز و کربز کار بکنید و میزان روشنایی ها و نورهای صحنتون رو کنترل بکنید. تقریبا میشه گفت این ابزارها مشابه هم بودن. توی فیلم بعدی هم میپردازیم به وایبرنس.